جان سینا ستاره بیچون و چرای دنیای کشیکش، کسی که خیلی همونو عاشق این صنعت کرد، چه کسایی که از بردهاش خوشحال شدن و چه کسایی که دوست داشتن باختش ببینن، کلی برای رسلین فن ها خاطره سازی کرد. توی این ویدیو قراره که از آغاز درخشش این ستاره تا پایان دوران حرفه‌ای اون در کشیکش مرور بکنیم و یک نگاه کلی بندازیم توی این ویدیو به چیزی که جان سینا روی کل کارنامه رستلینگیش داشته. بریم که شروع کنیم، کمتر تصویر منو خواهید دید توی روند ویدیو. That I am in the center of sports entertainment, and I am surrounded by all of you. جان فلیکس آنتونی سینا در 23 آوریل 1977 در غرب نیوبری ماساچوست متولد شد. اون از بچگی عاشق ورزش بود، هم فوتبال رو دنبال می‌کرد هم کشتی‌کج. علاقه به فوتبالش هم انقدر زیاد بود که توی کالج حرفه‌ای فوتبال آمریکایی رو بازی می‌کرد، ولی بعد از کالج کم کم از فوتبال دور شد و به بدنسازی علاقه‌مند شد و کم کم از همین طریق در سال 1999 وارد عرصه کشتی‌کج شد. کارش رو با پروموشنی به نام UPW آغاز کرد. زمان گذشت، تایم گذشت و یک بارم به صورت غیر رسمی توی یک دارک مچ شو اسمکدان مسابقه داشت که باخت. ولی خب سینا یه قراردادی با دودوبی بست و دودوبی اون رو به پروموشنی به نام OPW فرستاد تا بیشتر بتونه خودشو نشون بده و هر وقت که مناسب بود به شوهای اصلی از جان سینا استفاده کنه یا به قول معروف دیبوت کنه. توی همون زمان رندی اورتون و باتیسا براک لزنر هم توی همون پروموشن حضور داشتن. جان سینا توی همون پروموشن به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرد، از جمله قهرمان کمربنده اصلی و تک تیم. بعد در چند لایو ایونت کمپانی WWE حضور پیدا کرد و بالاخره در 27 ژوئن سال 2002 رسما در اسمکداون دیبوت کرد، زمانی که کرت انگل اوپن چالنجی گذاشت و جان سینا اولین بار با کرت فیس تو فیس شد. البته تو اون مسابقه با اینکه خیلی خیلی درخشید باخت، ولی خب همون تایم هم خیلی ریاکشن های خوبی از طرف مردم گرفت. دیگه جان سینا توی شو حضور فعالی داشت و درگیریش رو با افرادی مثل کریس جریکو و گوررو آغاز کرد. کاراکتر اولیه سینا اون پتانسیل لازم برای سوپر استار شدن رو نداشت و کم کم داشت به روند نزولی میرسید، تا اینکه ایده دکتر آف داگمانیکس توسط استفانی مکمن روی میز اومد و یکی از به یاد ماندنی ترین کاراکترها که سینا در نقش یک کشتی‌گیر رپر هیل فعالیت میکرد خلق شد. اولین بار این کاراکتر در هالووین 2002 ازش رونمایی شد و از اینجا بود که درخشش و محبوبیت جان سینا آغاز شد و تونست توی همین دوره افراد بزرگی رو مثل کریس بنوا، ادی گوررو، ریکیشی رو شکست بده. جان سینا توی تورنمنتی برنده شد و به مساف قهرمان شرمند دوبلوی یعنی براک لزنر رفت در بکلش، که خب در اون مسابقه باخت و نتونست که قهرمانی رو به دست بیاره. بعد از اون فیود به یاد ماندنی با آندرتیکر آغاز کرد، ولی توی اون مسابقه هم شکست خورد، ولی توی مسابقه ریمچ تونست که آندرتیکر رو شکست بده. اون در ادامه با کاراکتر منفور فیودهاشو با کرت انگل و ریمستریو ادامه داد و فیودش رو سر کمربند US با بیگ شو آغاز کرد، که توی اون درگیری توی یکی از شوهای اسمکداون بهش تجاوز بسیار سختی شد که باعث شد که اونجا تبدیل به فیس بشه. از اون طرف همکاری که جان سینا با کریس بنوا و کرت انگل داشت باعث محبوب تر شدن جان سینا شد. در نهایت فیود جان سینا و بیگ شو به رسلمنیای 20 رسید و جان سینا تونست بیگ شو رو شکست بده و اولین قهرمانیشو در کمپانی WWE به دست بیاره. اون تونست 4 ماه از کمربند USش دفاع کنه که در نهایت در شو اسمکداون کمربندش رو به کارلیتو
باخت. یه استراحتی کرد، یه فیلمی هم بازی کرد، برگشت و کمربند و پس گرفت. دقیقاً جان سینا زمانی داشت محبوب و محبوب تر میشد که حضور ستاره های مثل دراک و استون کولد کم و کم تر میشد و کمپانی به یک فیس جدید برای کمپانیش نیاز داشت. اونا دو تا گزینه روی میز داشتن، باتیستا و جان سینا. باتیستا که خب برنده روی رامبل شد و رفت سراغ کمربند سنگین وزن. سینا هم توی یه تورنمنت برنده شد و به مسافه JBL سر کمربند WWE در رستلمنیا رفت و تونست سلطنت یک ساله JBL رو به پایان برسونه و برای اولین بار قهرمان کمربند درجه یک بشه. اون به عنوان قهرمان به شو راف درافت شد و دوران جدیدی رو برای کریر خودش آغاز کرد. وینس مکمن به این نتیجه رسید که آینده کمپانی برای جان سیناست و جان سینا رو از یک رپر تبدیل کرد به یک شخصیت مردمی، یک سوپر هیرو، یک سوپرمن که بیشتر مردم باش ارتباط برقرار بکنن و خیلی فیستر شد و یک شخصیتی رو ازش خلق کردن که بچه ها هم بیشتر بتونن باش ارتباط برقرار بکنن. جان سینا قهرمان باقی موند تا سر و کله ایدج پیدا شد و کیف مانی د بنکش رو روی جان سینا کش کرد و قهرمان جدید کمربند دودویی شد. ولی خب خیلی سریع جان سینا توی روی رامبل ریمچش رو گرفت و کمربند رو از ایدج پس گرفت. حریف بعدی جان سینا کسی نبود جز تریپل ایچ. توی فیود ناموسی در رستلمنیا سینا تونست که تریپل ایچ رو شکست بده و از کمربندش دفاع کنه و از همونجا بود که کم کم یه خورده جان سینا با اینکه فیس بود منفور شد، چون حالا اون مسابقه جو یه جوری بود که مردم انتظار داشتن که تریپل ایچ برنده بشه و یه کسی که یه خورده تازه میاد روی کار و خیلی قهرمان میمونه با اینکه شخصیت فیس هست یه خورده ممکنه که ریاکشن منفی از طرف مردم بگیره. که در نهایت رسیدیم به پایان تایتل رین کمربند دودوبی جان سینا، جایی که فیودش رو با فوق ستاره برند ECW آغاز کرد، یعنی RVD، که در نایت آف استند قلمرو و شو خانگی خود RVD مقابل جان سینا قرار گرفت سر کمربند. از اونجایی که جان سینا در شو ECW مقابل RVD قرار گرفته بود، هیچ احد و ناسی طرف جان سینا نبود و کلن همه توی اون سالون بر علیه جان سینا بودن. مسابقه ای که بارها صحبتش رو توی کانال کردیم، مسابقه ای که هیچ جوره به نفع جان سینا نبود و در نهایت ملقوب RVD شد و کمربند رو واگذار کرد. جو اون مسابقه انقدر برای جان سینا بد بود که روی پلاکارد مثلا نوشته بودن که اگه جان سینا برنده بشه شورش میکنیم. کلی هم چیز میز سمت جان سینا پرت میکردن و همینا باعث شد که واقعا روحیش تضعیف بشه و اونجا بود که کلا دیگه کارش تموم شده بود. یه خورده میریم جلوتر، خب به هر حال داریم خلاصه کل کریر سینا رو میبریم جلو. ایدج کمربند دودبی رو از RVD گرفت و سینا دوباره برگشت تا دوباره تایتل رش رو از ایدج پس بگیره و این درگیری رفت جلو رفت جلو و سرانجام این درگیری در پروپرویو آنفرگیون بود، جایی که توی یه مسابقه تاریخی لدر مچ سینا تونست ایدج رو شکست بده و کمربندش رو دوباره از آن خودش بکنه. توی همون زمان با شان مایکلز قهرمان تکتیم میشه و در رستلمنیا همون سال مقابل شخص شان مایکلز قرار میگیره و برنده یه مسابقه تاریخی دیگه میشه و قهرمان باقی میمونه و تایتل رین بزرگش رو همچنان ادامه میده. کشتیگیرهای بزرگ سعی میکنن سینا رو متوقف کنن و کمربند رو ازش بگیرن ولی از پس ده چمپ بر نمیان. بعد از اون فیودش رو با رندی اورتون برای اولین بار شروع میکنه، درگیری که تا سالهای سال ادامه پیدا میکنه. جان سینا حتی رندی اورتون رو هم شکست میده اما یه چیزی مانع سینا شد و اونو زمین انداخت. سینا توی اون زمان مصدوم میشه و مجبور میشه که کمربندش رو واگذار بکنه. کمربندم دو دستی تقدیم رندی اورتون کردن. بعد از چندین و چند ماه بود که در روی رامبل سال 2008 جان سینا به عنوان نفر 30
بر میگرده و با حذف کردن تریپل اچ برنده رویال رامبل میشه تا بلیتش رو برای مسابقه با رندی اورتون در رسلمنیا به دست بیاره. ولی در این ناباوری توی مسابقه سه نفره ای که بین تریپل اچ و رندی اورتون و جان سینا در رسلمنیا برگزار شد، رندی اورتون از تایتلش دفاع کرد و جان سینا نتونست که قهرمانیش رو پس بگیره. یه خورده میگذره و سینا فیودش رو با افرادی مثل جی بی ال و باتیستا آغاز میکنه. چند باری سعی میکنه دوباره کمربند رو پس بگیره ولی موفق نمیشه، که در نهایت بعد از کلی مسابقه برای به دست آوردن یه فرصت برای قهرمانی WWE مقابل تریپل اچ در نایت آف چمپیونز قرار میگیره و توی فیود ناموسی بازم شکست میخوره. فکر کردین الان میخوام بگم میبره؟ خیر، سخت در اشتباه بودی. توی یه مچ هم با باتیستا مصدوم میشه و وقتی هم که برمیگرده درگیریشو با جی بی ال شروع میکنه و بازم میبازه. هی میباخت شانس جان سینا. ولی این بار از کمربند WWE میکشه بیرون و میره سراغ کمربند سنگین وزن و در سیروایور سریز با شکست دادن کروش جریکو برای اولین بار قهرمان کمربند سنگین وزن میشه. جان سینا تا فوریه 2009 از کمربند سنگین وزن دفاع میکنه ولی در نو وی اوت در یک مسابقه الیمینیشن چمبر مچ کمربند رو به ادج میبازه و توی یک مسابقه تریپل ترد مچ مقابل ادج و بیگ شو در رسلمنیا کمربند سنگین وزن رو پس و برای پنجمین بار قهرمان کمربند جهانی میشه. این مسابقه یک رسلمنیا مومنت بزرگ داشت، اونم بلند کردن بیگ شو ادج با هم بود که هنوزم که هنوز ازش یاد میشه. آقا باز دوباره جان سینا کمربند رو به ادج میبازه. حالا دیگه چی جوریشو بیخیال بشید، خیلی طولانی میشه. ادج به اسمکدام میره و کمربند دوبی دوباره میاد به راف و یک مسابقه چهار جانبه بین جان سینا و رندی اورتون و باتیستا و شیمس برگزار میشه که در نهایت رندی اورتون برنده این مسابقه و قهرمان کمربند دوبی میشه و سینا یه فیود خار و مادر طولانی رو باهاش آغاز میکنه. بخوام خلاصه کنم، سینا کمربند رو از رندی میگیره، شیمس از سینا میگیره، باز سینا تو چمپر از شیمس میگیره و باز باتیستا از سینا میگیره و باز سینا از باتیستا توی رسلمنیا 26 تایتلش رو پس میگیره. یعنی این چند ماهی خیلی کمربند جا به جا شد کلا و برای نهمین بار قهرمان تایتل جهانی میشه جان سینا در رسلمنیا. خودمونیم ها، ولی سینا هم کیلوی کمربند میگرفته. حالا یکم میگذره، باز شیمس تایتل رو از سینا میگیره. خیلی عجیب غریب شده. گروه نکسه ساخته میشه و تجاوز سنگینی به سینا میکنن و جان سینا فیودشو با نکسز آغاز میکنه. نکسز با رهبری وید برایت فکشنی بود که قصد تخریب داشت، چه شو، چه کشتیگیر و چه سران کمپانی. جالبه بدونید خیلی کشتیگیر از جمله ریوایت کارشونو با نکسز آغاز کردن. نکسز واقعا توی زمان خودش یه تهدید برای کل کمپانی بود و کلی هم طرفدار پیدا کرد. سینا هم با دشمنان همیشگیش تیم شد و مقابل نکسز ایستاد و رید توی نکسز. در نهایت توی TLC مقابل وید بارت قرار گرفت و وید بارت رو شکست داد. خدای فیود مولایی هم بود، ولی خب سینا خیلی اونجا هیت گرفت به خاطر اینکه یه سری اعتقاد داشتن که توجهات روی جان سیناست و این باعث دیده نشدن استعدادهای دیگه میشه. سینا از نکسس گذر میکنه و فیود شخماتیکشو با دمیز که صاحب کمربند WWE بود آغاز میکنه. در رسلمنیا 27 این مسابقه مزخرف برگزار میشه و میز به کمک راک قهرمان باقی میمونه، اونم به خاطر درگیری که با راکش پیدا کرد سینا و مسابقه‌ای که برای رسلمنیا سال بعدشه، یعنی رسلمنیای 28 ثبت شد. فکر کنید از الان برای رسلمنیای سال بعد یه مسابقه ثبت کنه، عجب. چند ماه میگذره و سینا دوباره قهرمان جهان میشه و فیود شاهکارشو با CM Punk آغاز میکنه. توی درگیری که داشتن پانک یکی از بهترین پروموهای تاریخ رو به نام پایپ بام رو اجرا میکنه و باعث محبوب تر شدنش میشه.
نکته اینجاست، چیزی تا پایان قرارداد پانک نمونده بود و وینس نمیخواست که پانک با کمربند کمپانی رو ترک بکنه. مسابقه این دو در مانیند بنک برگزار شد در شهر خانگی پانک و مثل جریان RVD سینا هم اینجا به شدت هو میشد. آقا من فصل بهاره و حساسیت فصلی دارم، بخاطر همین صدام یه خورده آره دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. توی این مسابقه 5 ستاره سیمپان قهرمان کرمان دوبدوبی میشه ولی بعدش کمپانی رو ترک میکنه. کمپانی هم یه تورنمنت برای قهرمان جدید میذاره که روی میستریو در اون برنده و قهرمان جدید میشه، ولی به یک هفته نمیکشه سینا کمربندو از روی میگیره، ولی پانک با تایتل WWE برمیگرده و سینا فشار میخوره. مسابقه این دو در سامرسلم با داوری تریپل اچ ساوت میشه که توی اون مسابقه هم شکست میخوره و فیودشو با پانک ادامه میده. این وسط چند باری کمربنده رد و بدل میشه ولی خب در نهایت پانک قهرمان میمونه و سینا بیخیاله کمربند میشه و فیودش رو با راک آغاز میکنه. سینا و راک تو رستومنی 28 مچ میدن و سینا یکی از بدترین باختهای کریرش رو تجربه میکنه و خب توی شو راف بعد رستومنی هم براک لزنر برمیگرد و بهش تجاوز سنگینی میکنه که البته سینا توی اکستریم روز براک لزنر رو شکست میده. سینا ماه بعدش مستر مانیند بنک میشه و میره تا تایتل رو از پانک در هزارمین قسمت شو راف پس بگیره، ولی کش موفقی نداشته، بیچون مانع سینا میشه و دراک هم درگیری با پانک پیدا میکنه. سینا بارها سعی میکنه که کمربند رو به دست بیاره ولی تلاشهاش نتیجه ای نمیده. توی همون دوران رابطهشو با AJ Lee شروع میکنه که توی یه مسابقه دیگه برای رسیدن به کمربند AJ Lee پتیاره بهش خیانت میکنه و باعث باخت سینا میشه و تمام راهها برای قهرمانی سینا بسته میشه. میرسیم به رویال رامبل 2013، جایی که دراک به تایتل رین بزرگ و تاریخی سیم پانک پایان میده و قهرمان کرمند دودوی میشه. از اون طرف جان سینا برای بار دوم در همون شب برنده رویال رامبل میشه و از اینجا فهمیدیم که برد راک توی رستومنیای 28 مقدمه چینی برای برد سینا این دفعه توی رستومنیای 29 هست. جالبه اسم مسابقه اول سینا و راک در رستومنیا یک بار برای همیشه بود، ولی خب دیگه دبل باید انا یه چیز رو در بیاره. سینا بالاخره راک رو در رستومنیای 29 شکست میده و قهرمان کمربند دودوی میشه و با این مسابقه آخرین مین ایونتش رو در رستومنیا رقم میزنه. سینا توی این تایتل رینش رایبک و مارک هنری رو شکست میده. جان سینا تا سامرسلم قهرمان باقی موند و کمربندش رو به ستاره نوظهور اون سال یعنی دنیل برایان باخت که دنیل بدبختم فقط چند دقیقه قهرمان میمونه و رندی با چمدون روش کش میکنه و قهرمان میشه. جان مصدوم میشه و وقتی برمیگرده توی هل این استل آلبرتو دریو رو شکست میده و قهرمان کمربند زنگین وزن میشه و 14 قهرمانیشو در کارنامهش به دست میاره. جان سینا میره که ریمچ کمربند دودوی رو با رندی بگیره. رندی اورتون و جان سینا توی TLC سر هر دوتا کمربند مسابقه میدن. توی یه فیود جذاب رندی اورتون هر دو کمربند رو به دست میاره. سینا درگیری تقریبا طولانی رو با بری وایت آغاز میکنه که پایان این درگیری با برد جان سینا در رستومنیای 30 همراه بود. حالا کار نداریم، یه پرپریو بعدش هم سینا میبازه به همین بری وایت، حالا ولش کن. دنیل برایان تو همون شب رندی اورتون و باتیستا رو شکست میده و قهرمان جدید دوتا تایتل میشه، اما به خاطر مصدومیت کمربندها رو واگذار میکنه که در مانی این د بنک جان سینا صاحب هر دو تایتل میشه و برای بار 15 قهرمان جهانی رو در کارنامهش ثبت میکنه. سینا تا تابستون همون سال قهرمان باقی میمونه، اما در پرپریوی که سینا توش همیشه بدشانسه یعنی سامرسلم، بدترین مسابقه کریرش رو رقم میزنه، جایی که به معنای واقعی کلمه تحقیر میشه. براک لزنر با 16 تا جرمن سوپلکس رکورد میزنه و در نهایت برنده این مسابقه میشه و کمپانی از اون طرف دهن منتقدایی که میگفتن سینا همیشه برنده میشه رو میبنده. جان سینا درگیرش رو با آتوریتی شروع میکنه، آتوریتی که متشکل از سران اصلی کمپانی بوده، آتوریتی که توی کمپانی کثافت بازی زیادی میکرد
و سینا تنهایی هم حریفشون نمیشد. یه تیم جمع میکنه و مسابقه تیم سینا مقابل تیم آتوریتی در سیروایور سریز ثبت میشه. شرط مسابقه این بود که اگه تیم سینا ببره آتوریتی نابود میشه و از قدرت کنار گذاشته میشه، ولی اگه آتوریتی برنده بشه کلی اعضای جان سینا اخراج میشن. توی مسابقه فوق مولایی تیم سینا با درخشش دولف زیگلر برنده مسابقه میشه. حالا بماند سترولیس که صفت کاری کرد باعث شد آتورتی برگرده، حالا انتقام بسیار سختی هم از اعضای تیم سینا بگیره. سنان کمپانی کل اعضای جان سینا رو اخراج میکنن و سینا هم در به در دنبال این که بتونه اونا رو برگردونه، که خب در نهایت هم برمیگردونه. جان سینا یه بار دیگه در روی رامبل ریمچش رو توی مسابقه 3 نفره میگیره، اما نمیتونه کمربند رو پس بگیره و کلا بیخیال میشه. سینا فیودش رو با روسف شروع میکنه. روسف قهرمان کمربند یو اس بود و یه استریک بدون باخت رو در کمپانی دودوبی داشت. جان سینا در رسلمنی 31 این شکست ناپذیری روسف رو به پایان میرسونه و صاحب تایتل یو اس میشه. جان سینا برای اثبات قهرمانیش هر هفته اوپن چالش میکرد و ازشون هم سربلند میومد بیرون، که واقعا هم تایتل رو این خوب بود. تا باز رسیدیم به سامسلم کذایی، خدایا سینا واقعا تو این پیپرویو بد شانس. سینا جدای کمربند یو اس چشش کمربند دویدوبی هم میگیره و دوباره میره با سترولیز وارد درگیری میشه و مسابقه سر هر دو کمربند در سامر اسلم به ثبت میرسه، که سینا مثل آمار گذشته در سامر اسلم شکست میخوره. هی زندگی. ولی توی ریمچ نایت آف چمپیونز کمربند یو اس رو از دست ست پس میگیره و در هل این استل هم تایتلش رو به آلبرتو دل ریو میبازه. هرچی که میگذشت حضور جان سینا کم و کمتر میشد و از اینجا به بعد هدف حضور سینا در مسابقات بیشتر کمک به استعدادهای نسل جوانتر بود. اون بعد از غیبتی که در رسلمنیا 32 داشت برگشت و درگیریشو با ای جی استایلز شروع کرد، که توی هر دو مسابقه هم باخت، ولی در روی رامبل مقابل شخص ای جی استایلز قرار میگیره و آخرین قهرمانی کمربند دودوی رو به دست میاره و با اون برد به رکورد ریک فلر، یعنی 16 قهرمانی جهانی میرسه. ولی خب در یک ماه بعدش در الیمینیشن چمبر کرمن رو به بری وایت باخت. از فیودهای مهم دیگه جان سینا مسابقه با رومن رینز بود. با اینکه توی پروموها رومن رینز رو خورد و خاک شیر کرد، ولی در نومرسی به رومن رینز باخت. به شخص من پایان کریر سینا رو توی این مسابقه میبینم. روند پارت تایمری جان سینا بیشتر و بیشتر شد و حضور اون در هالیوود پررنگ تر شد. به خاطر همین ما سینا رو فقط چند سال در شوها میدیدیم، که البته هر چه قدم که میگذشت این تعداد کم و کمتر میشد و به سالی یک حضور هم دیگه نمیرسید. از مسابقات دیگه جان سینا در رستلمنیا 34 مقابل آندرتیکر و رستلمنیا 36 مقابل بری وایت بود، که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و همشون هم شکست خورد. اون در مانی این دی بنک 2021 برگشت و رومن رینز رو سر تایتل یونیورسال چالش کرد، که در سامر اسلم هم دوباره به رومن رینز باخت. آخرین مسابقه جان سینا هم در رستلمنیا مقابل آستین تیوری سر کمربند یو اس بود، که در اون هم شکست خورد. الان دیگه با قاطعیت میتونیم بگیم که دوران جان سینا به پایان رسیده. چه خوب چه بد، جدا از این که بدنش دیگه آمادگی سابق رو نداره، الان توی سینما بیشتر سر شلوغه و ما دیگه اون رو در اوج نمیبینیم، ولی خاطراتش، مسابقاتش و افتخاراتش برای هواداراش و رسلینگ تا ابد باقی میمونه. جان سینا در کریرش 16 بار قهرمان کمربند جهان شد، 5 بار سابق کمربند یو اس شد، 4 بار قهرمان کمربندهای تک تیم شد، مستر مانی دی بنک در سال 2012 مین اونتر 5 رستلمنیا و در نهایت برنده مسابقه روی رامبل در سالهای 2008 و 2013 بود. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. برای من بسیار بسیار لذت بخش بود ساخت این ویدیو، با اینکه خیلی سختی داشت. از خوشحال میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنی و نظرتو بنویسی، و اگه به دنیای کشیکش علاقه داری کانال منو سابسکرایب کنی. میبینمتون تا ویدیوی بعدی.